سلام دوستان، توی این جلسه در مورد شبکه های عصبی یا نورال نتورک صحبت میکنیم. قبلا گفتیم که ما اگر بخوایم این ایرور رو خب که بعضا مین سکوئر ایرور هم میگن بخوایم مینیمایز کنیم، اون تابعی که ایرور رو کم میکنه این فانکشن هست. این فانکشن رگرشن فانکشن هم میگن و معمولا توی کلاسیفیکیشن ها که ما آتکام رو باید پروبابیلیتی را حساب بکنیم، این مثلا فرض بکنیم آتکام شما باینری هست، این به یه پروبابیلیتی تبدیل میشه و در غیر این صورت این وقتی که مثلا وای کانتینیوسه این یه پارامتری هست که در واقع کانتینیوسه و میخوایم استیمیتش بکنیم، این رو در واقع مدل میکنیم. این یه فانکشن هست، ما دنبال فانکشن اپروکسیمیشن میگردیم توی ماشین لرنینگ. خب لینیر رگرشن اون تابع لینیر قراره یه فانکشن رو استیمیت کنه. دیسیژن تری ها، نورال نتورک یا هر دسته از الگوریتم ها که پیدا میکنین، این قراره فانکشن اپروکسیمیشن باشن. اون فانکشن اندرلاینگ که اون دیتا رو جنریت کرده رو ما میخواییم در واقع استیمیت بکنیم. خب مثال هایی که معمولا وجود داره واسه یه پریدیکشن اینه که فرض بگیرید ما یکم یه تعداد عکس داریم، ایمیج داریم و میخواییم ببینیم که کدوم از این عکس ها سگ هستن، کدومشون گربه هستن. ما فرضاً یه باینری کلاسیفیکیشنه، یه چنین پروبابیلیتی رو میخواییم حساب کنیم. پروبابیلیتی کت رو نمیخواییم حساب کنیم به خاطر اینکه چون باینریه، پروبابیلیتی وای مساوی کت میشه یک منهای وای مساوی داگ. میتونه آتکام ما کانتینیوس باشه که فرض بگیرین یه سری فیچر هایی داریم که کدوم منطقه هاوس ما کدوم منطقه هست، چند تا اتاق خواب داره، استخر داره نداره و الی آخر، و میخواییم با استفاده از اون information ما میخواییم predict کنیم که قیمت خونه ها چقدر هست. توی NLP وقتی که میخواییم estimate کنیم probability occurrence یه word رو given context، مثلا فرض بگیم یه جمله داریم به نام the cat is walking on the now، کلمات مختلفی توی vocabulary هستند که بعد این the میتونن بیان. probability این که کلمه بعدی wall هست رو مثلا حساب بکنیم. حتی برای چنین مدلی ما باید probability تمام کلماتی که بعد از اینجا قرار میگیرن حساب بکنیم، بزرگترینش رو مثلا برداریم که فرض بگیرین wall میشه. توی object detection خب که ما توی ساده ترین مسئلهش میخواییم وقتی که عکس ها رو داریم میخواییم دور اون object مورد نظر، دوست داریم که الگوریتم بتونه object رو detect بکنه، یه مربعی دورش بکشه و بگه که شی یا آبجکتی که درون این مربع هست آیا مثلا یه ماشین هست یا نیست. حالا فرضاً این مسئله توی اتونومس کارها به وجود میاد، مثلا مسائل در عمل خیلی پیچیده ترن ولی سادهش همینه. بنابراین آتکام ما 5 تا آتکام مختلفه که یکیش اونیه که توی باکس چه آبجکتیه، آیا یه کار هست یا کار نیست یا چه آبجکتی دیگه هست، و همزمان میخواییم 4 تا کوردینیت واسه یه اون مربع، گوشه های مربع رو باید بتونیم پریدیکت بکنیم. ولی این مسئله سختر و سختر میشه وقتی که ما بخواییم هرچی که آبجکت هست رو دیتکت بکنیم، ولی ساده ترین مسئله به این فرم هست. نکته اینه که ما چرا اصلا از نورال نتورک استفاده میکنیم؟ واقعا نیاز نیست از نورال نتورک استفاده بکنیم به خاطر اینکه تمام این ایمیج ها، تکست یا هر دیتایی که داریم، اینها رو میتونیم به صورت عدد در بیاریم، به صورت ماتریس در بیاریم، ماتریس ایکس، و آتکاممون رو هم به هر حال هر چی که باشه میتونیم در نظر بگیریم و میتونیم خیلی ساده لینیر رگرشن بزنیم. لینیر رگرشن که آتکامش مثلا یه دونه هست، میتونیم کامبینیشن لینیر رگرشن و لوجستیک رگرشن بزنیم. یعنی واقعا نیاز نیست که از نورال نتورک استفاده کنیم. اصلا واسه چی میایم و از نورال نتورک استفاده میکنیم؟ این بخاطر اینکه مدل های دیگه نشون دادن که به خوبی نمیتونن اون نان لینیاریتیه که توی این فانکشن وجود داره، وقتی که این فرض بگیم x ما
ایمیج باشه یا تکست باشه. خب این ریلیشنشیپی که اینجا وجود داره رو خیلی توش نان لینیاریتی وجود داره و مدل های ساده لینیر در واقع نمیتونن اونو پردیکت کنن. نکته دیگه یکم تئوریتیکال هست، کانسپچواله، اینه که ما وقتی که در واقع میاییم و این وای رو داریم و میاییم یه فانکشنی برمیداریم و استیمیت میکنیم، فرض بگیریم این فانکشن میتونه دیسیژن تری باشه، لینیر رگرشن باشه، یا نورال نتورک یا هر چیز دیگه باشه، و اون رو اپلای میکنیم روی داده‌ای که داریم و میایم این ارور رو حساب میکنیم، ارور به صورت 4 تا ارور نوشته میشه. خب و ما میخوایم این ارور کم بشه دیگه، این نشون میده این 4 تا کاری نداشته باشین دقیقا اینا چیه، این و این خیلی مهم نیستن. خب یعنی این که اصلا ایریدیوسیبل نیست، یعنی کاریش نمیتونید بکنید، این هم در واقع خیلی دسترسی به این نداریم که این رو هم کاهش بدیم. کاری که میتونیم بکنیم که یا این ارور رو کاهش بدیم یا این ارور رو کاهش بدیم. چون وقتی که یه لینیر رگرشن داریم، خب یعنی بهترین لینیر رگرشن اف ایکس، وقتی که یه حد روش نیست یعنی بهترین لینیر رگرشن، وقتی که یه حد روش میذاری یعنی اون لینیر رگرشنی که تو تونستی با استفاده از دیتا استیمیت بکنی. اف حد به داده بستگی داره ولی اف به داده بستگی نداره. این اون هایپوتتیکلی میتونیم فرض کنیم که یه بهترین نورال نتورکی وجود داره که استیمیت بکنه. این منظور اون هست. این ارور آخری خیلی مهمه که کاهش پیدا کنه. چون اگر یه لینیر رگرشن داشته باشین عدد خیلی بزرگ میشه این ارور. اگر یه مدل خیلی پیچیده داشته باشین این عدد کوچک و کوچک و کوچکتر میشه. خب و نکتهش اینه که نورال نتورک این رو خیلی کاهش میده. ما فلکسیبیلیتی میتونیم به نورال نتورک اضافه کنیم که اینو کاهش بدیم. ولی همزمان اتفاق میفته که هر چی شما مدلتون رو کامپلکس تر انتخاب کنین مثل نورال نتورک، این و این کوچک و کوچکتر بشه. همزمان این ترم اول که ترم واریانس هست به قول معروف افزایش پیدا میکنه. نورال نتورک به خاطر اون پیشرفتایی که درش اتفاق افتاده شما میتونید از کامپلکسیتیش کم بکنید، یعنی میتونید توی دور اول چنان مدلتون رو کامپلکس بکنید که این ارور صفر بشه و بعد شروع کنیم کم کم بهش رگولاریزیشن به قول معروف که بعدا در موردش صحبت میکنیم، رگولاریزیشن هی بهش دونه دونه اضافه کنید و این رو هم کاهش بدید. یعنی همزمان بتونید به یه کامپریسون به یه کامپرومایز بین این دوتا عدد برسیم، بین این ارور که حالا میتونیم بذاریم کلاس بایس و این ارور که واریانس هست برسیم. این نکته ای که چرا ما از نورال نتورک استفاده میکنیم. بعد نکته اینه که واقعا نیاز نیست نورال نتورک باشه، شما هر فانکشن اپروکسیمیشنی که داشته باشین میتونید این کارو بکنید، ولی خب effectively در واقع میتونن نورال نتورک رابطه های عکس و آوتکام یا تکست رو پیدا بکنن، اونم وقتی نویز زیاد نباشه توی دیتا و کامپلکسیتی دیتا نان لینیاریتی باشه نورال نتورک موفق خواهد بود. حالا برگردیم مثال ساده تر تا ببینیم که اصلا تفاوت نورال نتورک با دیگر متدها چیه. توی لینیر رگرشن ما چنین تابعی داریم که وای مساوی اکس بتا به اضافه اپسیلون، اکس بتا هم یعنی اکس یک بتا یک تا اکس پی بتا پی، پی تعداد اکس همون هست. شما میتونید این رو اکس یک تا اکس پی رو یه میتریکس داده در نظر بگیرید، خب که هر کدوم از اینا یه کالم هستن، بنابراین اکس وان در واقع ان تا عضو داره، هر کدوم از اینا ان تا عضو دارن، خود اکس ان در پی هست، وای ان در وان هست. خب و به چنین فرمی میتونیم بنویسیم. حالا شما میتونیم اینجا نان لینیاریتی هم دوست داشتید اضافه کنیم، خب یعنی میتونید از لینیر رگرشن استفاده کنید ولی به جای این x x به توان 2 بذارید، یعنی که x رو بذارید x به توان 2 شم بذارید دیگه، این چویس شما هست. ساده میتونید هر کاری بخواید، هر تابعی که از قبل تعریف کردین رو میتونید اپلای بکنید و اون ریلیشنشیپ y و اون x ها و فانکشن هایی که روی x ها اپلای کردین رو به دست بیارید. توی لاجستیک رگرشن همونجور که گفتم آتکاممون این هست، یه پرابابیلیتی هست که میخواییم حساب بکنیم و اینجا توی ماشین لرنینگ کامیونیتی از این تابع به عنوان تابع سیگموید استفاده میکنند، ولی خب این تابع توی لاجستیک توی آمار ما بهش لاجستیک هم میگیم یا
اکسپیت میگیم بهش. اگر نخواهیم لینیر استفاده کنیم و بخوایم یه نان لینیر فانکشن اکس ها رو، اکس و آی ها رو با آوتکام به دست بیاریم، میتونیم به این صورت بریم. کریچرین فرمی داریم فرض میکنیم که اینتراکشنی بین اکس آی ها وجود نداره و یه نان لینیر ریلیشنشیپ بین هر اکس و وای وجود داره و داریم فرض میکنیم که در واقع این سامیشن هست بین نان لینیر فانکشن های x و y. خب این اینکه حالا ما چجوری f ها f i ها رو استیمیت بکنیم، این در واقع f p باید باشه، این هم جورای مختلف هست. سال ها پیش به هر حال متدای فانکشن اپروکسیمیشن وجود داشت و استفاده میشد، مثل اسپلاین ها یا چند جمله های جدا جدا، در واقع هر گوشه از دیتا رو بیایم با یه چند جمله ای استیمیت بکنیم و سعی کنیم این چند جمله ها رو به هم بچسبونیم و این متد اسپلاین هست. خب ولی خب سال 2019 فیسبوک بود که یک متدی به نام اکسپلینبل گرادینت بوستینگ ارائه داد که همین تابع رو استیمیت کنیم، در واقع همین در واقع فانکشن کلی رو اسیوم کنیم که بتونه اون نان لینیر ریلیشنشیپ رو استیمیت کنه، ولی وقتی خواستیم اف آی ها رو، اف جی ها رو خواستیم استیمیت کنیم، از یه اکس جی بوست استفاده کنیم. خاطر همین میگفتن اکسپلینبل گرادینت بوستینگ، یعنی جورای مختلف شما میتونین اف ها رو، این تابه ها رو استیمیت کنید. حالا حداقل من دو نوعش رو دیدم، گرادینت بوستینگ یا اسپلاین ها. ولی اینکه وقتی که حالا میخوای اینا رو استیمیت بکنین، اینجا این بتا ها رو بعد استیمیت کنین و اینجا این اف ها رو، معمولا اینه که ما باید یه اروری تشکیل بدیم، یه کرایتریونی، یه کرایتریایی تشکیل بدیم و اون بگیم که اون اف هایی رو پیدا کن، به الگوریتمت بگیم اون اف هایی رو پیدا کن که ارور ما کمترین باشه. خب این اروریه که تعریف میکنیم، معمولا این اروره واسه وقتی که وای کانتینیوس، وقتی که وای کانتینیوس نباشه معمولا این ارور رو در نظر نمیگیر، با اینکه میتونیم همچنان هم در نظرش بگیریم، ولی معمولا از نگاتیو لاگ لایکلیهود یا همون کراس انتروپی استفاده میکنن. ولی حالا فرض بگیریم که به این صورت، اگر من امروز در مورد لاس صحبت کردم همینه، ولی میتونه لاس فرم دیگه ای داشته باشه که واقعا مهم نیست فرم لاس چی باشه، هر تابعی که اینجا باشه به غیر از تابع وای ماینس اف هات به توان دو، بعدا میبینیم که کافیه بتونیم از این تابع دریوتیو بگیریم، بنابراین هر چی اینجا میتونه باشه. چیزی باید اینجا باشه که لوئر ولیوش بهتر باشه، لوئر ولیوش یعنی که استیمیشن ما بهتره. خب تو کراس انتروپی چنین فرمی هست، اینجا هم همینه. پس ما اول میایم یه فرضی میکنیم که چه جور میخوایم اون ریلیشنشیپ بین اکس و وای رو استیمیت بکنیم، یه فرضی میکنیم که اون فرضمون هر چی میتونه باشه، و بعد انگام بعد اینه که ما میایم این لاس رو تشکیل میدیم و حالا بعد این لاس رو مینیمایز کنیم. برای این تمام مسئله ما دیگه الان میشه لاس مینیمایزیشن، یعنی مسئله ماشین لرنینگ جوری اپتیمایزیشن، این یه جور میتونیم به شما به این مسئله نگاه بکنیم. خب حالا نورال نتورک چیه؟ من اینجا یه تو هیدن لیر نورال نتورک رو در واقع دارم که یه لیر اینپوت تو تا هیدن لیر داریم و یه آوتپوت لیر. خب معمولا نورال نتورک رو اینجوری تعریف میکنم که یه سری نوران داریم، اینا هیدن هستن، یه سری اینپوت داریم x1 مثلا تا x3، این H لیر H1 هست، این لیر H2 هست و الاخر، و میگن که یه سری نود وجود داره تو نورال نتورک و با یه سری اج اینا به هم وصل شدن. ولی واقعا این اینها چی هستن؟ این اج ها چی هستن؟ یعنی چه که ما یه نود رو به یه نود دیگه وصل میکنیم؟ این نود ها آیا ابزرو شدن نشدن؟ این با اینکه ویژوالایزیشن نایسی هست و مردم وقتی که میخوان در موردش صحبت کنن سریع شکلش رو میکشن، ولی به صورت ریاضی وقتی که ما میریم کدش رو بنویسیم یا بخوایم فرمولاش رو بنویسیم، ببینیم آیا الگوریتم ما کانورج میکنه یا نمیکنه، باید فرمول ریاضیش داشته باشه تا اصلا بعدا بتونیم پروگرامش کنیم. شما فرض بگیرید اینا میخوایم به پایتون بگیم که این کارو بکنه، اصلا نمیدونه که اینا چی هستن. شما باید بتونیم مثل صفحه قبل که در مورد
این فرمول ها صحبت کردیم، بعد یه فرمول بدیم واسه نورال نتورک. فرمول نورال نتورک با یه دو هیدن لیر واسه یه فید فورورد نورال نتورک که در واقع یکی از ساده ترین نورال نتورک ساده ترین آرکیتکچر ها هست به این فرمه. این جی این لایه آخره که چجوری ما میخوایم ترانسفورم بکنیم لایه آخر رو. اگر برگردیم اینجا، این جی اینجا آیدنتیتی هست، یعنی جی هیچه، یعنی اپلای نمی کنیم هیچ تابعی، و اینجا این تابع سیگموید هست. اوکی، ولی وقتی که واردش میشیم، این در واقع این رو میگه، میگه که لایه اول ما درونی ترین لایه X هست. خب این X ما X1 X2 X3، بعد ما یه ماتریس W1 داریم که باید دیمنشنش هم میک سنس بکنه دیگه. دیمنشن این جوری باید باشه که روهاش باید سه تا باشن، چون این n در 3 هست توی این چنین فرمی. یه ماتریس n در 3 هست، n تعداد ابزرویشن همون هست. W1 باید 3 در 4 باشه. اگر انتخاب کردیم که لایه اول هیدنمون 4 باشه که این برمانی هایپر پرامتر هست و بعدا باید بهترش کنیم یا عدد دیگه ای رو ترای بکنیم، ولی حالا توی گام اول فرض کنیم 4 انتخاب کردیم، این ماتریس 3 در 4 هست. پس وقتی که X رو در این W1 ضرب میکنیم، ما یه ماتریس جدیدی میگیریم که هست N در 4. پس میبینیم که ما اینجا 3 تا عدد میبینیم، N نمیبینیم. این در واقع هر نود داره ما رو یه وکتور داره به ما نشون میده. پس کل این یه ماتریسه که فرض کنید یه دیمنشن سومی هست، عموده بر صفحه که ما اون رو نمیبینیم. بنابراین گام اول N در 3 هست، گام دوم N در 4، N در 4 و N در 1. یه دونه بایس ترم هم داریم اینجا که یعنی به تمام این در واقع XW1 اینان دیگه، XW1 اینان، یعنی یه دونه نود هم به تک تکشون اضافه میکنیم که کانستنت هست و در یک ضرب شده و در هیچ X ضرب نشده، اون رو هم جمع کنیم با XW مون. و حالا یه نان لینیاریتی اپلای میکنیم. این نان لینیاریتی قبلنها سالهای سال دهه ها از تن اچ و سیگموید استفاده میکردن، ولی خب از اون مقاله ای که جف هینتون داد و ریلو رو ارائه داد، از اون موقع به بعد دیگه واقعا نان لینیاریتی اکثرا ریلو هستن یا مشابه ریلو. خب پس ما میاییم اینجا یه ماتریسی داریم که n در 4 هست. حالا میتونیم یه نان لینیاریتی روش اپلای بکنیم که بهتون گفتم مثلا همون نان لینیاریتی فرضاً سیگموید باشه. حالا دوباره این خودش به یه فرم مثل x تبدیل میشه. x ما اول n در 3 بود، حالا یه چیزی داریم که n در 4 هست و این دوباره یه ماتریس جدیده، دوباره یه لیر جدیده و اون رو میتونیم ضرب در W2 بکنیم که W2 اینجا باید 4 در 4 باشه. این ماتریس ویت ها، پس این در واقع هر کدوم از این اج ها که یه نود رو به یه نود وصل میکنن، اینها خودشون یه پارامتر هستن که باید لرن بشن. اوکی، پس این 4 در 4. پس وقتی که این ماتریس رو اسمش زد بذاریم، زد رو در W2 ضرب میکنم میشه N در 4 با یه دونه کانستنت که در این کانستنتمون در واقع ضرب در 1 شده، وکتور 1 شده. این با این جمع میکنم، دوباره یه نالینیاریتی روش اپلای میکنم. خب و این لایه رو به دست میارم که اینم N در 4 هست. خب و بعدن این دوباره یه نان لینیاریتی که اینجا مثلا هست 4 در 1 در این ضرب میکنم یه ماتریس، یا حالا اینجا یه وکتور 4 در 1 هست و این رو از n در 4 به n در 1 تبدیل میکنه. پس بنابراین نکته ای که اینجا هست اینه که ما دقیقا داریم یه کاری مثل لینیر رگرشن انجام میدیم که یه سری پارامتر رو ضرب در ماتریسمون میکنیم و در آخر در واقع یه آوتپوتی به دست میاریم. توی لینیر رگرشن این هیدن لیر ها نیستن و از همون اول یه
ماتریس در واقع این W3 رو داریم که 3 در 1 خواهد بود، ضرب در n در 3 میکنیم، ولی اینجا چنین فرمی داریم که نان لینیاریتی وسطش اتفاق میفته. نکته دیگه که دوست دارم اینجا بگم اینه که اگر ما این h رو و این h رو بیاییم و به صورت آیدنتیتی حساب بکنیم، یعنی نان لینیاریتی نباشند، میشه خیلی ساده نشون داد که این به یه لینیر رگرشن تبدیل میشه، به خاطر اینکه فرض بکنیم که این آیدنتیتی هست، این بتا 1 به اضافه بتا 2 میشه، بعد این W در این W 1 ضرب میشه، بعد این W 2 در اینها ضرب میشن و خیلی ساده خواهید دید که آخر بار به یه فرم یه بی صفری ضرب در x ضرب در یک W خواهیم رسید و در کل چیز بیش از یه لینیر رگرشن یاد نخواهد گرفت. خب ولی خب وقتی که اینها رو نان لینیاریتی در واقع انتخاب میکنیم، یه کاملا متفاوت میشه از یه لینیر رگرشن. نکته که هست اینه که کسایی که یکم از حسابان و در واقع از اون درسای حسابانه توی دانشگاه یادشون باشه و اون تیلور سریز، میدونیم که هر تابعی رو میتونیم تیلور سریزش رو بنویسیم، یعنی یه پولینومیال اپروکسیمیشنه هر تابعی رو میتونیم بنویسیم. اگر شما بیاین و پولینومیال اپروکسیمیشن این اچ ها رو بنویسین، میبینین که این فرم تبدیل خواهد شد به یه فرم پولینومیال، یعنی این به یه بتا صفری به اضافه یه بتا 1 ضرب در x به اضافه بتا 2 ضرب در x به توان 2 به اضافه بتا 3 ضرب در x 1 ضرب در x 2 و الی آخر تبدیل خواهد شد. یعنی نورال نتورک در واقع همون پولینومیال رگرشن هست، حتی وقتی ریلو باشه. یعنی اگر اینها ریلو نباشند ساده میشه دید، حتی اگر ریلو باشد، مقاله هست از سال 2018 من اولین بار بود دیدم که اومده میگه که وقتی که ریلو باشه چه اتفاقی میفته و اونجا هم اثبات میکنند که همون پولینومیال رگرشن هست. حالا چرا ما نمیاییم از همون اولی پولینومیال رگرشن بزنیم و میاییم نورال نتورک میزنیم؟ اولا اینکه توی پولینومیال رگرشن باید بدونیم که چند تا اینتراکشن رو در نظر بگیریم، در چه درجه باشه و الی آخر، در حالی که توی نورال نتورک چنین نیازی نیست. آرکیتکچر هایی که داره، دیپ نورال نتورک هایی که دیپ در واقع دیپ لرنینگ پلتفرم ها مثل پای تورچ، تنسور فلو اینا وجود داره، یا اون پرالیلایزیشنی که ما میتونیم بکنیم و هزار تا بنفیت در واقع داره استفاده از نورال نتورک ها، و به خاطر همینه که از اون پولینومیال رگرشن استفاده نمیشه. یه نکته دیگه اینکه این اچ ها من گفتم میتونه آیدنتیتی باشه، اگر آیدنتیتی باشه این به لینیر رگرشن تبدیل میشه. خصوصیتی که این اچ ها دارند باید در واقع خصوصیت خاص فانکشن اپروکسیمیشن داشته باشن، خب یعنی شما بتونی با تابع با یک تعدادی از توابع شبیه h که از h فرمت h پیروی میکنن بتونی یه تابعی رو استیمیت بکنی. خب بعد اگر اینجور باشه، اگر h یک سری در واقع assumption ها یه سری property ها رو داشته باشه، شما خواهید دید که در واقع یه theorem به نام global approximation theorem neural network وجود داره که میگه اگر این h ها فرم خاصی باشن، شما هر تابعی رو میتونین approximate بکنین. و اونجا نشون میدن توی اون مقاله اول خیلی قدیمی که اگر شما یک layer داشته باشین ولی یه layerتون خیلی 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 بزرگ باشه، هر پرابلمی رو شما میتونین کاملا یاد بگیرین. یعنی اگر یه سری دیتایی داریم که اسکتر هست، خب و شما دنبال یه تابعی میگردین که از دونه دونه از نقاط عبور بکنه و در واقع اوورفیت بکنه، خب نورال نتورک چنین تابعی رو به شما میده که تمام نقاط عبور بکنه، یعنی کاملا با ارور زیرو روی ترینینگ بتونه به شما فانکشن اپروکسیمیشن بده. ولی خب کسی نمیاد این کار رو بکنه به خاطر اینکه هم اپلیکیشن نشون داده، هم از لحاظ نیومریکلی خیلی جالب نیست که ما یک
در واقع یک لیر هیدن داشته باشیم که خیلی خیلی بزرگ باشه. شما فرض بگیریم که این لیر اولتون مثلا 100 هزار تا نوران در واقع اینپوت داشته باشین و این لیرتون بخواد چند هزار پارامتر نوران داشته باشه. اگر شما یک لیر برین، اتفاقی که میفته اینه که تعداد پارامترتون خیلی زیاد میشه و اصلا ممکنه مموری در واقع جا نداشته باشه. یعنی ایده های اولیه بحث مموری بوده که نمیخواستن تعداد نوران ها روی لایه اول زیاد بشه. خب چون مموری، چون سریع هم تعداد پارامتر اینجا میره، یه ماتریس خیلی بزرگ که شما بخواید توی مموری بذارین نمیشده. یعنی حرف مالی قبل از GPU اومد و GPU به وجود اومدن بوده که واسه این کامپیوتیشن حساب بشه. بعدن متوجه میشن که هرچیش که شما این لایه ها رو افزایش بدین، هر لایه ای میاد یک سری اینفورمیشن رو کسب میکنه، خصوصا توی ایمیج پروسسینگ که بعدا نشون میدیم. یعنی نه تنها از لحاظ کامپیوتیشنالی خیلی جالب نیست که ما یه لیر داشته باشیم، حتی قدرت یادگیریش در عمل تعداد در واقع لیرها رو که افزایش بدیم بیشتر و بیشتر میتونیم یاد بگیریم. بعضا گفته میشه که توی نورال نتورک اینتراکشن بین اینپوت ها در واقع حساب میشه. شما خیلی اینو راحت میشه دید که اینتراکشن بین تمام این ایکس آی ها اینجا در واقع داره حساب میشه. یعنی اینکه من وقتی که این ایکس ها رو دارم یه نان لینیاریتی در این ضرب میکنم و بعد دوباره در این ضرب میکنم، دوباره یه نان لینیاریتی ضرب میکنم، این نوران هایی که اینجا هستن یک تابع مستقیم هر کدوم از این نوران ها نیستن، یه تابع از نان لینیر فانکشن آف این اکس ها هستن. خب ما توی آمار مثلا اینتراکشن رو میگیم اکس یک ضرب در اکس دو مثلا یه اینتراکشنی باشه، ولی توی اینجا اون اینتراکشن که داره استفاده میشه، اون نان لینیاریتی بین اون اکس ها که داره محاسبه میشه توی اینپوت هامون، به صورت نان لینیر توی این توابع هیدن هست. این تا اینجا نکته دیگه ای فعلا به ذهنم نمیخوره که بگم. خب ما حالا فرض بگیریم که اومدیم و یه تو لیر نورال نتورک رو اسیوم کردیم. این میشه اف هت ما. ما این رو وارد این لاس میکنیم و در واقع اف هت ما نمیشه، همچنان میشه اف ما چون هنوز استیمیت نشده. وقتی که استیمیت میکنیم دیگه باید کلاه هم روش بذاریم و بگیم که این شده اف هت. این فرمه که وقتی که آتکام ما کانتینیوس باشه یه چنین چیزی میذاریم و اگر آتکام ما کتگوریکال باشه یا باینری باشه به فرم کراس انتروپی و به اون فرم رو در واقع میذاریم، در واقع لاس ما به این فرم خواهد بود. حالا این اصلا لاس ها چی هست؟ من یه مثال دیگه هم خواستم بزنم. در مورد آبجکت دیتکشن بود که ما یه باکسی دور یه آبجکتی میذاریم، میخوایم بگیم که آیا این آبجکت ما مثلا استاپ ساین، کار هست، پدستریان هست و الاخر. اینجا یه کلاسیفیکیشن داریم و 4 تا در واقع کوردینیت هم داریم که میخواییم یاد بگیریم. شما ببینید چقدر در واقع نورال نتورک جالبه که شما میتونین این کار رو باشه انجام بدین. میتونین توی لایه آخرتون 5 تا آتپوت داشته باشین که یکیش واسه کلاسیفیکیشن باشه، کلاسیفیکیشن آبجکت داخلی، و اون کناره ها در واقع کوردینیت اون کناره ها هم گوشه ها هم وجود داشته باشه. شما اینجا ببینین اینو بهش میگن در واقع مالتی تاسکینگ. این در واقع مالتی تاسکینگ هست که میاد واسه هر کدوم از این گوشه ها که کوردینیتش رو داریم، در واقع شما در نظر بگین توی ترینینگمون این باکس ها کشیده شده و کوردینیت هر کدوم از این ها وجود داره، آبجکت درونش هم وجود داره. توی ترینینگ ما میدونیم که این وای آی ها چی هستن، میدونیم کوردینیت ها هستن و این اف اکس و اکس هامون پیکسل های اطراف هستن، تمام پیکسل های این عکس هستن که با یه فانکشنی که این هم مثلا نورال نتورک خواهد بود
قرار تبدیل بشه به یه non-linear function و ببینیم که چقدر اون فاصله داره از وای ما. خیلی در واقع فرم، در واقع این شکلی که این داره با انواع و اقسام چیزهایی که ما میتونیم اینجا تصور بکنیم که اضافه بکنیم به این لایه آخر، میتونیم فرم ریاضیش رو هم بنویسیم و اکچوالی لرنش کنیم، اون اجهایی که وصل کردیم رو. ولی خب حالا اصلا استیمیشن چجوری انجام میشه؟ و وقتی که لاس رو می نویسیمش، این لاس یه فانکشن هست بر اساس پارامتراش. لاس بر اساس دیتا هست. این لاس رو ببینید، چه دو تا چیز توش هست، که این داده های هست که توشه، یکی این ایکس آی ها هست، یکی این وای آی ها هست. خب که اینا چون ابزرو شدن توی ترینینگ دیتا، اینا رو obviously میدونیمشون، اینا مثلا اعداد یک، دو، یک و نیم، منفی، مثبت. و در حالی که این بی دو، بی یک، بی صفر، دبلیو ها، اینها آنون های ما هستن. بنابراین لاس یه فانکشن هست که آنونه بر اساس پارامتراش. اگر بریم توی سپیس این پارامترها، حالا فرض بگیریم مثلا 3 دیمنشنال باشه، تابع ما، تابع لاس ما به چنین فرمی خواهد بود. و اگر یه لینیر رگرشن ساده، حتی لاجستیک رگرشن ساده داشته باشیم، شما میتونین ببینین که لاس به این فرم هست. در که اگر یه نورال نتورک داشته باشیم، بیشتر به این فرم شبیه. خب در واقع اینجا مسئله کانوکسیتی هست. شما اگر یه دونه پارامتر داشتید، اگر یه تابعی داشته باشین که یه دونه پارامتر داشته باشه و بر اساس اون پارامتر دو بار مشتق بگیری و مثبت بشه، میگیم اون کانوکسه. کانوکس یعنی مشتق دوم این تابع در هر نقطه‌ای به سمت بالاه. خب اینجا به این فرم هست. حالا کانوکسیتی وقتی که شما تعداد پارامترتون بیش از یک میشه، مثلا فرض بگیرید اینجا سه هست یا دو هست، اینجا سه هست در واقع، مشتق دوم یا ماتریس خواهد شد. مشتق دوم یه عدد نمیشه که بگه اگر مثبت باشه کانوکسه. اونجا که یه ماتریس میشه و بعد ماتریس ما پازیتیو دفینیت باشه، یعنی باید تمام آیگن ولیو هاش مثبت باشن تا بتونیم بگیم که اون کانوکس است. اینجوری که پیداست نورال نتورک اگر مشتق ازش بگیرین، مطمئنن پازیتیو دفینیت نمیشه، مشتق دومش پازیتیو دفینیت نمیشه و یه چنین فرمی میشه. تو بعضی نقاط صفره، تو بعضی نقاط منفیه، تو بعضی نقاط مثبته. بنابراین یه فرم همچین جوری میگیره. پس لاس فانکشن ما وقتی که یه نورال نتورک داریم، یه چنین فرم هوربل و پیچیده‌ای میگیره. ولی حالا ما کجای این هستیم؟ برای هر مقداری از پارامتر این داره تشکیل میشه. یعنی اگر پارامترها رو یه عدد بدیم، مثلا هر کدوم از اون WI ها که اینجا دیدیم یا B دو ها رو یه عددی بدیم، نون باشه، این میشه یه نقطه در روی این سرفس. خب چون مقدار لاس میخواییم مینیمایز بشه، ما میخواییم بریم اون نقطه ای از بتا صفر، بتا یک، یعنی اون کوردینیتی از این پارامترها رو پیدا کنیم که اینجا مینیمایز میشه. شما فرض بگیرین که محور زد ها روی این تابه مقدار مگنیتیود لاس رو نشون بده، ما باید ببینیم پایین پایینش اون نقطه ای که مثلا توی اینجا من میتونم به شما بگم اون نقطه ای که این لاس رو داره مینیمایز میکنه این نقطه است. اون نقطه ای که مثلا بتا یک و بتا دو مثلا یا بتا صفر و الاخر دبلیو ها فرزن این نقطه رو به ما میدند، اون نقطه است که لاس مینیمایز شده است. obviously توی نورال نتورک که ما هزاران میلیون ها حتی میلیارد ها پارامتر داریم، اصلا به هیچ وجه نمیتونیم تصور کنیم که لاس چی هست. اون دیگه یه جورایی این در واقع من اینجا دارم اینتویشن میدم واسه یه لاسی که بر اساس دو تا پارامتره. دو تا پارامترش اینجوری میبینید سخت شده، چه برسه اینکه میلیون ها پارامتر باشه. و بنابراین نمیشه تصورش کرد چنین فرمی رو، ولی ما باید somehow مقداری از اون پارامترها رو به دست بیاریم که وقتی وارد لاسش میکنیم، یعنی من
باید بتونم مقداری از بتا صفر رو، ببخشید بی صفر و بی یک و دبلیو ها رو به دست بیارم که وقتی اینسرتش میکنم این مینیموم باشه، مینیمایز شده باشه. این ایده پشت اینجا هست. این سرفس هم اینجا مثلا مثالش کشیدم که میتونه به یه فرم، فکر میکنم اینجوری باشه، اگر این به اضافه باشه یه فرم اینجوری میگیره. و خواستم به شما اینجا نشون بدم که دیتایی که ما میگیریم در واقع اون بیهیویر تابع ها نشون میدن و اون اکس و زد و دبلویی که ما اینجا داریم اون پارامتر هامون هستن. خلاصه پس ما دو راه حلی میگردیم که بدون اینکه ما بخوایم گس کنیم، دونه دونه هیم گس کنیم، چی میگن، حدس بزنیم که این دبلیو ها باید چی باشن و به الش نگاه کنیم و ببینیم آیا ال حالا مینیمایز هست یا نه، و دنباله یه متد علمیه تراکتبل بگردیم که بتونه به ما مقادیری از بتا ها، بی ها و دبلیو ها رو بده که این شده مینیمایز. این میشه مسئله اپتیمایزیشن که ما چه جوری بتونیم وقتی که یه سرفس داریم بتونیم بریم توی مینیمایزیشنش. این رو انشالله جلسات بعد بیشتر توضیح میدم.